What's up guys؟ السلام علیکم دوستای عزیز، امیدوار هستم که خوب جور صحت من باشین هر جایی که هستین. مسما اکرمی هستم، یک بار دیگه در خدمت شما خوبا و عزیزای دل از کشور سویدن در خدمت شما قرار گرفتیم. خدا کنه که هر جایی هستین در کنار فامیلای عزیزتان خوب و خوش و خرم و سرحال باشین، چاق چله مست ملنگ باشین. عزیزای دل، امروز ای بسته برای ما آمده که ای را خود ما خریدیم، سفارش دادیم آنلاین و ای را میخواییم برتان واز کنم. و ای که اربعین حسینی نزدیک است، اربعین یعنی چهلوم امام حسین، و ای که همینجا در شهری که من زندگی میکنم بزرگای این شهر تصمیم گرفتن که از اربعین حسینی هم تجلیل به عمل بیایه، ای برنامه با شکوه برگزار شوه، که بسیار تشکر میکنم مخصوصا از آقای رسولی عزیز که همیشه زحمت کشیدن و برگزار کردن این برنامه ها را. و وظیفه ما می هسته که جز از این برنامه باشیم. دیگه اربعین حسینی را خدمت تمامی شما عزیزای دل از صمیم قلب تسلیت عرض میکنم و به همین مناسبت یک نظر کوچک دارم که او را به خیر انجام میتیم. و به خاطر همین نظر خود ما یک مقدار چیزایی که لازم داشتم سفارش دادم. همونطوری که میفهمین من آنلاین کار میکنم و خیلی مصروف هستم، وقت به این ندارم که برم از دکانا خرید کنم، بسیار وقت من محدود است و یکی یک آدم اولاددار هستم، با اولادا خرید کردن خیلی سخت است. از او خاطر همیشه در خانه وقتایی که بیکار هستم از طریق اینترنت یا گوشی یا لپتاپ چیزایی را که لازم دارم سفارش میتونم. خوشبختانه که امروز هموطنای عزیز ما در کشور سویدن ای امکان بر ما فراهم کردن که حتی ما خوراکی هم دیگه با پست سفارش بدیم و پشت خانه ما بیایه. امروز هم من از یکی از دکان هموطنای نازنین خود به نام زدران آبه که مقرشان در شهر ملمو سویدن است دیگه سفارش دادیم محصولات، که البته دو شهر دکان دارن اما آنلاین هم میفروشن. دیگه خیلی خوب است با اعصاب آرام وقتی که اولادا خواه میکنه، بسیار با اعصاب آرام چیزایی را که لازم دارم سفارش میتونم. امروز هم به خاطر همین نظر خود من میخواییم که نمی بکسه برتون واس کنم همین کارتنه که چی چیزایی را من سفارش دادم. نگفته نمونه که شما عزیزای دلم که اگر مثل من مصروف هستین، شاغل هستین، میتونین که از دکانهای هموطنهای ما خرید کنین. همی که خودتان آسوده هستین با آسانی محصولتان را دریافت میکنین با پست رایگان، ارسال رایگان و دیگه ای که در وقت صرفه جویی میکنین. یا خیلی کسا هستن سینگل مادر هستن، نمیتونن کمرای اولادا برن خرید کنن یا موتر ندارن و دستویدن میفهمین که 10 ماه سال زمستان از هوا خراب است و خیلی سخت است که آدم بره امرای طفلا خرید کنه. بهترین رایش همی است که از دکانای هموطنای ما خرید کنیم، هم برای خود ما خوب است و آسان تر میشه، همی که یک حمایت از هموطن خود میکنیم واقعا بسیار عالی است. و همچنان نگفته نمونه که از طریق پیج اینستاگرامشون میتونین ثبت سفارش کنین که به نام آشنا هست، شرکت آشنا یا آشنا مات. و ای که وبسایت هم دارن، ما مشخصات روی صفحه ماندیم، میتونین که برین سفارش بتین. و از روزی که ای برنامه نشر میشه الی یک هفته، به خاطر عزیزایی که ای برنامه رو تماشا میکنن یک هفته ارسال رایگان داره. پس عجله کنین برین خرید کنین، نام من فراموش نکنین، بگوین که من از طرف شما از طرف کی آمدین که امو ارسال رایگان برتان در نظر گرفته شوه. دیگه کم کم باید که خود ما را بررسی کنیم و دیگه زحمت نکشیم تا یک دکان علاف شویم بریم خود ما آنلاین بخریم، کل چیز پشت خانه ما میایه. یا اینکه خیلی عزیزایی هستن که در شهرهای مختلف هستن دسترسی به خوراکی هایی که ما استفاده میکنیم ندارن، پیدا کردن نمیتونن در اون منطقه‌ای که هستن، این همین طریق آسانش هست، شما میتونین که به راحتی برین خرید کنین. این را با هم دیگه باز میکنیم ببینیم که داخلش ما چی خریدیم. البته من این را 1-2-3 روز پیش سفارش دادم، تازه با پست DHL بر ما رسیده. نگفته نمونه که پیجایی را که من معرفی میکنم 100% قابل اطمینان هست و با خیال آسوده میتونین برین ازشان خرید کنین. اگر من از چیزی مطمئن نباشم هیچ وقتی برای شما عزیزا معرفی نمیکنم. بسم الله. و این بار اول نیستم از زیاد از این پیج خرید میکنم. همیشه چند دانه
لواشک با اشتوکا خرید کردیم. خودم هم البته خوش دارم. کشمش پلوی به خاطر از اینکه این کشمش ها یک دیگه دکان هست، ای تو خوبیش نیست، خورد نیست، کلان کلان است و در قابلی بد معلوم میشه، این بسیار خوبیش است. یک بسته زرشک برای زرشک پلو تهیه کردیم. دیگه در نظر میخواییم آش بخیر تیار کنم. کشک لازم داشتم، کشک خریدم. و ای هم که آلوچه هستم، من این چیزهای ترش خیلی خوش دارم. کسایی که علاقه مندی به خوردن خامه دارین، از این خامه هایی که در ایران بود، از این میتونین که تهیه کنین، بسیار مزه دار است. من عمر اولادا کلگی خوش دارم. دیگه قرمه سبزی بهترین مارک، عزیزای دل که در خارج هستین، در اروپا هستین، اینمی مارک من پیشنهاد میکنم. قرمه سبزی گیلانی خیلی خوشمزه میکنه. دیگه مارک ها زیاد جالب نیست. و همچنان سویا به خاطر مکرونی میتونین استفاده کنین. به خاطر آش یک بسته نخود لازم بود که خریدم. یک بسته لوبیا. و به خاطر صبحانه اولادا مربای یک و یک، خیلی خوشمزه هست. و همچنان یک بسته عدس. یام یک بسته دیگه کشمش پلوی. ادویجات به خاطر نظر خود، پودر کاری است، مرچ تند است، مرچ سیاه است. دیگه یک سه بسته دیگه، من چهار بسته سفارش داده بودم، اینه کلش قرمه سبزی است. و آش رشته چهار بسته سفارش دادم که آش رشته هم خریدم. و ای هم یک بسته کشک اضافه هسته. شما اگر دوست داشتین که خرید کنین، هر چیز داخل دکانشون پیدا میشه، نظر به ضرورتتان مثل میوه خشک یا دیگه چیزا، اونا رو میتونین سفارش بدین. خب عزیزای بیننده، ای هم سودایی بود که من خریدم. دیگه آشا میخوایم همراه سبزی تازه تیار کنم. و ای که نظر بخیر سبا پخته میکنم، کارایی که امروز میکنم، نخود امرای لوبیا تر میکنم، عدس که لازم نیست تر کنیم، و اینا رو نرم میکنم امشب. دیگه سبا بخیر نظر پخته میکنیم و بعد از ظهر به حیات میبریم. خدا قبول کنه انشالله نظرهای شما رم دیگه بخیر، بخیر خوشی همین نظر ما خلاص شود. دیگه ما را تا پایان این ویدیو همراهی کنین. بله عزیزای دل، روز دوم است، مصادف است با 5 سپتامبر. دیگه من صبح بیدار شدم، کارهای خود کردم. دیروز تا همونجا که پاکت برام آمده بود و باز کردم، برای شما هم نشان دادم. دیگه گرفتم لوبیا و نخود رو تر کردم تا شام موندم که تر شوه و چند دفعه آبش رو چینج کردم به خاطر از اینکه نفخش گرفته شوه. دیگه شام لوبیا و نخود پخته کردم، آلو کاملا پخته شده، کل پاکت انداختم. دیگه صبحکی عدس تر کردم، ششتم تر کردم و تقریبا دو کیلو پیاز همراه یک شش هفت قوز سیر پوست کردم، آماده تیار است. و ای که دوربر خود جمع کردم. دیگه امروز بخیر آش پخته میکنیم و امشب بین ساعت 6 تا 8 بجه مراسم اربعین برگزار میشه و تا او وقت نظره میبریم. دیگه کل کارهای ما جمع است، خلاص است. دیگه اینم یاله بخیر پخته میکنیم. باز من دیروز رفتم یک ذره سبزی هم خریدم، سبزی هایی که داخل آش میندازم گشنیز است و پالک است. پالک فریز شده گرفتم از ویلیز و گشنیز تازه از دکان عرب پیدا کردم. اینم یاله میشویم، توته میکنم، میندازم و یکم گندنه فریز شده هم در یخچال دارم، اونم سرش اضافه میکنیم. دیگه تا پایین این ویدیو ما رو همراهی کنین. و ای که اگه شما نظر داشتین، نظر کردین، خداوند قبول کنه به درگاه خود. دیگه بریم که آشا پخته کنیم بخیر. اولین کاری که میکنم دیگه یک اوکش میکنم به خاطری که برداشتگی بود خاک چیز نداشته باشه. و ای کلانترین دیگی است که من دارم در خانه خود و همیشه اگه نظر چیزی داشته باشم، میمانی داشته باشم، دیگه پخته میکنم. دیگه از این که سایز کلانتر ندارم، دیگه نمیره پرش میکنیم بخیر.
اولادارم در کودکستان تو بکی بردم. عمر جانم آمده بود در وقفه، نان مانش گرم کردم دادم. دیگه یک ماشما مانده. پیازا را امروی دست خود توت می کنم، به خاطر که اوقدر وقت نمیگیره، هنوز وقت زیاد داریم، آش زود تیار میشه. اما سیر امروی ماشین باز تراش چیز می کنم، از ماشین اگ می کشم. دیگه این همی نظر دکچی ماست دوستای عزیز. دیگه گفتم بهتر است که دامو اربعین در مسجد ببرم. عدس دیگه لازم نیست که از شب تر کنیم یا بجوشانی میشه، چون که زود پخته میشه. پیازم لازم نیست که امروی ماشینک بکشیم، چون که اگه حتی همین تو کلان کلانم خلالی ها میره توتک کنیم، اتفاقی نمیفته، در داخل آش معلوم نمیشه، پیاز خود او میکنه. یک خاطره جالبه بگویم، وقتی که من نو سویدن آمده بودم، آشپزی و قیاد نداشتم دیگه. باز خواستم که یک سفره صلوات بگیرم در خانه خود. یاسمین هم اون وقت پیدا شده بود. باز چیز شد، میخواستم آش پخته کنم، او هم به مقدار زیاد دیگه، مثل امروز بوریم دیگه. کلی کارایش کردم، پیاز توتک کردم، سیر توتک کردم، سبزی تازه که پیدا نمیشد در شهری که من بودم، سبزی خشک خریدم، لوبیا نخود جوش دادم. مگم حیران ماندم که حالی رو چی رقم پخته کنم دیگه، چی رقم میره بار کنم به اصطلاح دیگه. هرچی که در یوتیوب هم میسوسو ویدیو سعی کردم، او چیزی موادی را که من داشتم با موادای اونا سر نمیخورد دیگه، پخته کردن نتانستم خودم. زنگ زدم به یک دوستم، بازو بیچاره آمد پخته کرد. دیگه آشپزی را می رقم من کم کم یاد گرفتم. یک کسی پرسان کرده بود، یکی از این فالوورها در اینستاگرام، که آشپزی را تو از کجا یاد گرفتی؟ همین آشپزی هایی که در یوتیوب می مانی. من این آشپزی هایی که در یوتیوب می مانم من خودم پس از یوتیوب یاد گرفتم. واقعا بسیار زیاد سپاسگزار او عزیزای دل، خانمای عزیز هستیم که تجربه شونه همراه ما شریک میکنن و ما میتونیم از اونا یاد بگیریم. و واقعا که آشپزی یک هنر است، هر کسی به سلیقه خودش تیار میکنه. و من دستیویدن، چون که خودم خیلی آش خیلی خوش دارم، وقتی که دستیویدن آمدم کوشش کردم که به یک طریقه پخته کنم که بسیار مزه دار باشه، با سبزی ها و موادی که همینجا ما به دسترس داریم، که امروز بهترین طریقه پخته، چی به مقدار کم باشه چی به مقدار زیاد باشه، امروز برتون نشان میتم از تجربه من. عزیزان دل، پیازا دیگه خلاص شد، اینا رو توته کردم. یک ده دقیقه زیادتر طولی نکشید، اما نظر خود عوض کردم، میخوایم داخل دو تا دیگ پخته کنم، به خاطر که خیلی خورد است و خوراکی زیاد است، جا نمیشه. یک کم شده ای میکنم، دیگه زیادتر شده ای میکنم، اینا پیاز تقسیم دو میکنم. و دیگه لازم نیست که در وقت پخته کردن آرد و اینا بزنیم، چون که اینمی پیاز به اندازه کافی لعاب میته و دیگه لازم نیست که آرد انداخته شوه. اینال در سرش روغن میندازیم. بعضی کسا هسته که اول لوبیا رو میندازن، نخود میندازن، عدس هم میندازن، سبزی رو میندازن، کل چیز که پخته شد باز پیاز داغ جور میکنن جدا، او رو در سر آش میندازه. او طریقه هم سهیست، مگم من اول چیزی رو که فامیدم مزیش زیادتر میشه، مثل که قرمه پخته میکنیم، لواب پخته میکنیم،
اول داخل دیگ پیازا رو میندازیم، در سرش روغن میندازیم، پیازا رو توته میکنیم، روغن هر قدری که لازم بود میندازیم و مثل که همیشه دیگ پخته میکنیم دیگه. بعد از اون که پیازا زرد شد، ادویه و اینا رو در سرش میندازیم و بعدش ادامه میتیم. این رقم مزهش به نظر من بهتر میشه و در لعابش هم تاثیر داره. داخل از این با مقدار کافی روغن میندازم. اینال کفگیر خود چنج میکنم، یک کفگیر چوبی استفاده میکنم به خاطر از این که دیگایم خراب نشه. دیگ خودم من از فروشگاه آنوشا کارپت خریدم و میتونین که به صفحه اینستاگرامشان نوشته کنین و تهیه کنین. بگین دیگای معصومه خانم خودشان میفهمند دیگه، چون دوستا زیاد خریدن. خب زیر ازیر به حرارت بالا روشن میکنیم، زیر ازیر به حرارت بالا روشن میکنیم، سرایشان رو سرپوش میکنیم که زودتر پیازا سرخ شوه. این مرحله انجام شد. اینال اینجا که مسیر پوست کده بودم داخل او ماندم که تلخیاش گرفته شد، یعنی سرای انگشت نسوزانه. اینال ای را از ماشینک میکشیم، او رم پیاز که یک ذره گلابی شد دسترش اضافه میکنم. دیگه دستر خود آشا من وقتی که دیزاین میکنیم دیگه سیر نمیندازم. این دستگاره من از فروشگاه روستا خریدم، مارک بوش هست و خیلی هم ازش راضی هستم. در یک دقیقه ماشین میکنم. ایطوری دستتان یک سره ایطوری فشار داده نمیگیرین، میگیرین استاب میکنین وقفه ای. همه قدر که میده شد بس است، لازم نیست که حلوه حلوه شده. اینال اینمی ماشینک هم آجل کده میشویم که پیش دستیم ظرفا کوت نشه، اگرنه باز شوشتنش سخت میشه. دیدین چقدر آسان شد کار ما همراه ماشین؟ زود کده خلاص شد در یک دقیقه. در یک دقیقه سیرا میده شد. عزیزای دل، پیاز در حال سرخ شدن است و اینجا من گشنیزایی را که خریده بودم از دکان عرب دیروز، اینال اینا رو باید پاک کنم. دیروز دیگه وقت نشد به خاطری که جلسه داشتم، از خاطری که وقت نشد دیگه نتونستم که شاویی را توته کنم و بوشویم. مگم آلی هم وقت داریم، چیزی گپ نیست، امیال انجام میتونم دیگه. فقط این قسمت آخرش یک برش میزنیم دیگه. بسیار گشنیز پاک صفایی است، نیاز در شوشتن زیاد ندارم، اما بازم ما اگه آکشش میکنیم خاک چیزی اگه داشته باشه بره. من سه دسته گرفتم، یک دستم در یخچال داشتم، او را در دیگ چوچگک انداختم. دیگ چوچگک بار کردم، از او فیلم نمیگیرم به خاطری که هر دو دیگ یک رقم جور میکنم. فقط از اون دیگ کلان برتون فیلم میگیرم که طولانی نشه، خسته نشین از سعی کردن ولاک. دیگه به زودی باید برم که اولادا را از کودکستان بیارم، تایم کم مونده که پوره شوه. تختر اول بوشویم. و همراه او یخ سبزی ها را میشویم. اوش یک ذره خاک پر برآمد، یک
چند دفعه این کار تکرار میکنیم تا که آبش شفاف بیایه بیرون، دیگه خاک چیزی نداشته باشه. یک چند دقیقه ای رم تو ترکده میمونم، اگه خاک چیزی باشه تهنشین شد و بعد از او کشش میکنیم و توته میکنیم. آل پیاز سرخ شده، سیره در سرش اضافه میکنم. خب پیاز ها رو میبینین که خودش کاملا سبک کده. اینجا مده ای دیگ عدس امرای سبزی هایش اضافه کردیم، نمک و مرچ و مساله اضافه کردیم، نمک اضافه نکردیم، مرچ و مساله اضافه کردیم، خلاص. دیگه ایناله ای دیگه ما که پیازایش که گلابی شده تقریبا، هنوزم یک کمی جا داره، میمانیم که بیشتر خودش تلایی کنه. باز دسترش اینمی سیر که اینجا توته کردیم اضافه میکنم. و ایجم لوبیا رو دیشب جوش داده بودم، دیگه هنوز گرم هسته، در ظرف 20 قدمی دیگه بخار نرم شد. ببینین که چی یک لوبیای خوبی، زیاد نرم شده، ایره در وقت آخر اضافه میکنم، کاملا دیگه نرم شده. این دیگای بخار بسیار خوب شسته، من ایره از لیدل خریده بودم، 5 لیتر است دیگ بخار من. و ای هم نخود است که جوش دادیم، نخودام کاملا نرم شده. دیگه لوبیا نخودم آماده است، عدس که وقت کار نداره، دیگه فقط اینال سبزی ها توتم میکنیم. خب فکر میکنم که یک 15-20 دقیقه تیر شده، آبش پاک پاک برآمد، دیگه هیچ خاتمه که چیزی در تای ظرف جمع نشده. ایناله توتم میکنمشم. اگه کلان کلان هم توته کردیم هیچ فرما نداره، سبزی آش هسته. خب عزیزای دل، من پس آمدم از کودکستان اولادا رو آوردم، دیگه اینال چی میکنیم؟ اینال باید در سرش مواد را اضافه کنیم، ادویه جات، ادویه خاصی کار نداره. من در آش فقط زردچوبه و مرچ سیاه اضافه میکنم، مرچ سرخ هم سلیقه ایست، اگه دوست داشتین میتونین اضافه کنین، اگه دوست نداشتین it's okay. 3 قاشق غذاخوری زردچوبه انداختم. یک 2 قاشق غذاخوری مرچ سیاه میکس میکنیم که ادویه ها خوب عطرش بیایه بیرون. پیاز و سیر خوب سرخ شده، حالا عدسی که داشتم سرش اضافه میکنم. میمونیم که عدس ها یک ذره تفت بخوره، یک ذره داغ شوه، سرش سرپوش میکنیم که این کار زودتر شوه. بعد از او باز در سرش سبزی ها رو اضافه میکنم. خب عزیزای دل، عدس سرخ شد دیگه، داغ شده، دمی مرحله سعیسته، به خاطر که ما نمیخواییم زیاد سرخ کنیم، لازم نیست که سرخ کنیم، همین قدری که تفت خورد همراه از زمین پیاز و یا سعیسته. اینال سبزی ها رو در سرش میندازیم. این بسته چند کیلویسه؟ یک کیلوس بخیالم، در کجای از این نوشته است؟ یک کیلوس بخیالم، نیم کیلویش رو در او دیگه انداختم، یک و نیم کیلو رو در این دیگه میندازیم.
یک کیلو یا نیم کیلو کشاوه، یک و نیم کیلو. دیگه یه همین گندنه ای هسته که من امسال اثر زمین ها رفته بودم چیده بودم و فریز کردم، توته کرده بودم، ششته بودم، در فریزر نگاه کرده بودم که با یک آش ماش به میتو روزا به درد بخوره. یک کمی دیگه هم داخل از این پلاستیک دارم، میرم اضافه میکنم. دو دیگه دیگه هم گندنه اضافه کردم و اینال گشنیزایی را که توته کرده بودم و اینال گشنیزایی را که توته کردم سرش اضافه میکنیم. آب به مقدار کافی آب جوش باشه اضافه میکنیم که اینال عدس همراه سبزی ها پخته شوه. من فعلا 1.5 لیتر آب دارم، جوش دادم، او را سرش اضافه میکنم. دیگه آب جوش جوش داده میریم و سرش اضافه کرده میریم تا جایی که کافی باشه. خواهی 1.5 لیتر بسیار کم است. دیگه آو که جوش کرد در سرش باز امکان داره که 1.5-2 لیتر دیگه اضافه کنم. بله عزیزای دل، دیگه بعد از این نمیتونم که روی ویدیو مستقیم صحبت کنم به خاطر از اینکه اولادا از کودکستان آمدن و ای که سرصدا شد. دیگه بعد از این صدای خود براتون ثبت میکنم. بعد از اینکه عدس و سبزی پخته شد، اینال لوبیا و نخودی که از شب قبل جوش داده بودم او را در سر آش اضافه میکنم. اینجا هم داخل یک دونه دیگ روغن داغ کردیم، در سرش نیم قاشق غذاخوری زردچوبه میندازم و به مقدار کافی نعنای خشکم میندازم. وقتی که نعنا را میندازم انداختم دیگه زیرش خاموش میکنم به خاطر که نعنا نسوزه و رنگش خراب نشه، هم تو سبز باقی بمانه، دیگه مزه تلخ نته. این قسمتش هم خیلی مهم هسته که ایره یک کمیشه داخل خود آش میخوایم بندازم و باقی ماندهشه به تزیین سر آش نگاه میکنم. یگان کس هست تنها نعنای خشک میندازه در سر روغن، او هم سعیسته. مگم ای که اگه زردچوبه بندازین هم طعم بهتر داره، همی که بسیار یک رنگ مقبول میته. دیگه در اینمی مرحله باید که زیر دیگه ما را خاموش کنیم، چون که اگر روشن باشه نعنا به زودی از پیش ما میسوزه، یعنی میقدر کافی است. دیگه اگر هم حس کردین که هنوز حرارت داره اجاق گاز، میتونین که دیگه او طرف کنین و اگر حس کردین که نعنا کمتر است دیگه هم دسترش اضافه کرده میتونین. چون که لوبیا خیلی پخته شده بود او را آخر اضافه کردم، دمی مرحله دیگه لوبیا را اضافه میکنم و میکسش میکنم و اینمی او که یک دفعه دیگه جوش آمد دیگه آماده ازی میشه که رشته ها را بندازیم. اگر مثلا یک وقتی آش بخوایم پخته کنیم که زود هسته، یعنی که هنوز وقت داریم و از اون طرف نمیخوایم که آش سرد سرو کنیم، میتونیم که دمی مرحله استاپش کنیم. اما اگری که امو لحظه میخواستین سرو کنین، امیال وقتی هست که آش رشته را اضافه کنیم. اگر او کم داشت او جوش باید بریزیم. بر ما فعلا وقت بود دمو مرحله استاپش کردم. میایم به طرف کشک. کشک همو قروت خود ماست، اگر یکان کس نمیفهمه این کشک مایه هست که قروت هست، بسیار تیار آماده است و ای که جنجال نمیشه دیگه، بسیار خوب است، مزه قروت هم میته، خوشمزه هم هست. و ای که من امرای ماست میکسش میکنم و چون که خیلی غلیظ است در سرش آب سردم اضافه میکنم و ایرم به خاطر تزیین روی آش لازم دارم. بعضی کسا هستن که همین قروت یا کشک وقتی که آش پخته شد یک مقدار داخل خود آش هم میکس میکنه که من متاسفانه او طعمش خوش ندارم و دوست دارم که آش همون رقم ساده باشه. از او خاطر من فقط دست سرش دیکور میکنم. شاید یگان کس حساسیت داشته باشه، شاید یگان کس خوش نداشته باشه، ترجیح من این است که فقط در روی آش بندازیم در وقت دیکور کردنش و هنوز جا داره که روانترش کنیم چون خیلی غلیظ بود. دیگه دمی مرحله فکر میکنم که کافی است. من تا نیم ساعت دیگه قرار است که برم به طرف حیاط یا همون مسجد. دیگه اینمیال بهترین فرصتی است که آش رشته را اضافه کنیم به خاطری که اگر آش زودتر پخته کنیم و بان خود هم سخت میکنه، همی که
بسیار نرم میکنم، چون که آش است و بسیار زود تیار میشه، در 5 الی 10 دقیقه تیار میشه. دیگه لازم نیست که زودتر از او پخته کنیم، همون لحظه ای که میخواین سرو کنین یک نیم ساعت یک ساعت زودتر به نظر من بسیار زمان مناسب است. رشته هم دیگه چشمی اضافه میکنین، من همون رشته ها رو فقط از مابین دو نیمش کردم و چشمی اضافه میکنیم تا زمانی که شور میتیم ببینیم که چقدر کفایت میکنه، چقدر بس میکنه، زیاد کم رشته هم نباشه، زیاد پر رشته هم نباشه، در حدی که میفهمین اوکی هست، چون اگه پسان پخته شد زیادتر هم میشه. به نظر من دیگه اینقدر بس میکنه و ایره حرارتش کم میکنیم، میکسش میکنیم، سرپوشش هم میمونیم که به آرامی پخته شوه و او خود خشک نکنه. من اولا اشتباهی که داشتم در پختن آش این مرحله را زیرش خیلی بلند میکردم و اوش زود خشک میشد و مجبور میشدم که او جوش اضافه کنم، که او کاملا طریقه اشتباه بود، باید زیرش کم کنین با این که دمو او خودش آیسا آیسا پخته شوه و جا بیفته. او نعنا داغی را که جور کرده بودم یک کنیم ملاقه دهی دیگه اضافه میکنم و یک کنیم ملاقه دو دیگه دیگه اضافه میکنم، به خاطر از این که نعنا داغم بسیار بسیار یک طعم خوب میته. و اگر دیدین که یک کمی او کم شده بود، باز میتونین که فقط آب جوش اضافه کنین، بازم یک میکسش میکنین و میمانین که آش کاملا پخته شوه، جا بیفته و مزه دار شوه. دیگه من دیگه چوچکم چنج کردم، یک دیگه کلانتر گرفتم چون نظر است دیگه برکت که زیاد شد و میمونیم که پخته شوه بخیر. این طرف هم یک ذره پخته از فروشگاه دلار خریده بودم، یا همون پنبه. اینجا پلته جور کردیم، این هم داخل روغن زدیم پلته ها را و این که آتیش میخواییم کنم مثل شم بوری روشن کنم بسر دیگه، چون این هم یک رسم است و این که آدم همون لحظه آرزویی کنه برآورده میشه. و من هم شم روشن کردم هم پلته در دادم دیگه، خدا قبول کنه. و همچنان کمی اسفند دود کردم، زیاد کسا دیگه هم اسفند میکنه، من میکاره کردم و این اسفندانی را من از فروشگاه آنلاین ویکتوریا هم خریدم. هر کسی که پیج اینستاگرام شونه خواست، باز در شماره واتساپی که در این صفحه میبینین مسیج بانین، من اینستاگرام شونه برتان روان میکنم. بله عزیزان، میبینین دیگه که آش چقدر خوبی شده، رشته ها خود نرم کرده، اندازش هم کاملا کافی هست. دیگه میمانیم که جا بیفته، هنوز همونطوری که میبینین جا نفتیده و یک مدت تایمی را لازم داره که جا بیفته. حدودا نیم ساعت دیگه فکر میکنم که آماده است، حرارت همچنان کم باشه. و ای که اگر میخواین یک تیپس یا یک ترفند بر شما یاد بتونم که آشتان که میخواین جا بیفته همراه یک کفگیر چوبی مثل من هم بزنین، این خیلی کمک میکنه که آش زودتر جا بیفته. یا حتی ای که وقتی که اگه دیدین رشته ها پخته شد هنوزم آش جا نفتیده بود، میتونین که شما با شعله خاموش گاز آش میکس کنین و هم بزنین هم بزنین تا که جا بیفته. این رو میتونین 100% امتحان کنین. دیگه آش ما کاملا آماده شد، دیگه زیرش خاموش کردیم و حال وقت روشن کردن شم است. من پارسال در نظر دکچی خود متاسفانه یادم رفت که شم روشن کنم، اما امسال در یاد خود گرفته بودم که حتما شم روشن کنم و می قسمتی است که آدم آرزو میکنه هر آن چیزی که بدلش هست. دیگه من هم میگی شما عزیزای دلی که همین لحظه ای برنامه رو میبینین، از صدق دل دعا کردم تمامی مشتری های عزیز خود، تمامی فالوور های عزیز خود، خانواده خود، اولاد های خود، شوهر خود، مادر پدر خود، خوار بیادر خود، کل گیره دعا کردم. انشالله هر کسی که هر آرزویی در دل خود داره، هر مقصد و مرامی که داره، اگر نیک است، اگر بفایدش است، حتما حتما انشالله که برآورده شوه و به آرزوهای نیک خود برسه. دیگه من دو رقم دعا کردم، یک دعای داخلی کردم، یک دعای خارجی کردم. دعای داخلیم این بود که خداوند صلح و سلامتی را، صلح سراسری را در کشور عزیز ما افغانستان بیاره و ای که دروازه های مکتب بر روی بانوها دخترای سرزمین باز شوه و اونا هم بتونن در کار و تعلیمشان برستن، یک زندگی آرام داخل کشور داشته باشن. و یک دعای خارجی کردم به عزیزایی که مهاجر است مثل من و هموطنای نازنینم و دوستای نازنینم که مثل من مهاجر است در دیگر کشورها، از وطن از خانوادهشان دور هستند،
برای اینا دعا کردم که یک زندگی خوب و خوش و آرام در کنار فامیلایشان داشته باشن، پیشرفت کنن، در پیسه برسن، در آرامش برسن، اولادایشان به جان جور کلان شون، در این کشورها در مشکلی بر نخورن، نه از لحاظ اداری، نه از لحاظ سوسیال و دیگه و دیگه. اگر هم کسی در این مشکلات برخورده، هر چه زودتر دعا میکنم از صمیم قلب که مشکلاتشان برطرف شون و خوشی و آرامش به زندگیشان بازگردن. دیگه دعای یک مادر همیشه که همیشه کسایی که اولاد ندارن، اولاد عالی و صالح نصیبشان شوه و اولادای خودشان در آرامش و در خوبی کلان شون بخیر. دیگه اینمی رقم دوستای عزیز، خدا کنه که دعاهای ما را خداوند قبول کنه که 100% قبول میکنه. مطمئن هستم شما هم بگین آمین که دعا قبول شوه. و عمر جانم از کار آمد، دیگه گفت موتر بیار در پیش خانه که دیگه را بخیر بار کنیم. امرایم کمک کرد، دیگه یک ذره سنگین بود. دیگه یاسمین گفت که من در خانه میشینم، خسته هستم، چون اینا هم روز کودکستان بودن، روز کودکستانشان بود، رفته بودن. دیگه عمر جانم در کار بود، روی یک روز کاری بود، اما عصر هنوز خورد است، به من وابسته است. گفت که من امرایت میایم. گفت ما که بیا دیگه. من و عصر رفتیم، عمر جان و یاسمین در خانه موندن. دیگه اینجا هم رسیدم و من یک کمی زودتر رسیدم به خاطر از این که گفتم تا که نان بکشم تیار کنم و هم ای که باید فیلم بگیرم با شما عزیزا، از خاطر من یک ذره زودتر آمدم و همینجا دیگه آشه میکشم و همینجا جایی است که همین مراسم برگزار میشه امشب و یک لوکال است یا یک سالون است که کرایه گرفته شده. یه هم آشپزخانه است که آشه را من میکشم و به عزیزا تقدیم میکنیم. ای هم نظری هسته که دیگه فامیلات آورده بودن، زحمت کشیده بودن که برنج و قرمه تیار کرده بودن که خدا قبول کنه نظر اونا را هم همچنان. و ای که یادم آمد اینال شاید یکان کسا کومن نوشته کنن که پیسر دفغانستان رایی میکردی خوب بود، اینجا مردم سیر هستن، لازم به نظر نیست، کسی به نظر محتاج نیست، گشنه نیست که شکمشان سیر کنیم. دیگه به نظر من که همه چیزام در افغانستان رایی نکنیم، به خاطر گگان چیزام هم اینجا نگاه کنیم. اگه کل چیزامو در افغانستان رایی کنیم، دیگه این مراسم ما رو اینجا ما برگزار کرده نمیتونیم. به افغانستان رایی کردن هم خوب است، اما اینجا می مراسم ما رو برگزار کنیم هم خوب است. واقعا که فکر نمی کنم که چیز منفی یا بدی باشه. من خودم شخصا همیشه اگه نظر کردیم، هم سهم افغانستان در نظر گرفتیم روان کردیم، هم خودم دوست داشتم که اینجا تیار کنم، چون که دوست داشتم این مراسم ما هم اینجا برگزار شوه. اگه ما هر چیزی که در افغانستان روان کنیم، دیگه نمیتونیم این مراسم ما را اینجا بگیریم. دیگه شما در چی نظر هستین؟ حتما این رو برای من بنویسین. و ای که بسیار بسیار نگفته نمونه که نظرشان خیلی خوشمزه شده بود، یک برنج قرمه فوق‌العاده شده بود، مخصوصا تهدیگش خدا قبول کنه. نظر شما عزیزای دلم خدا قبول کنه که نظر دادین. دیگه کم کم نزدیک میشیم به پایان برنامه و یادم رفت که دیگه کسا مثلا نظر کرده بودن، بسکیت آورده بودن، کسی شیر آورده بود، کسی خورما آورده بود، نظر زیاد بود. دیگه خدا قبول کنه نظر همه عزیزای دل، کسایی که کمک کردن او هم یک نظر حساب میشه، خانه از اونا آباد. واقعا که همگی کمک کردن که این شب بسیار باشکوه و مجلل برگزار شوه. و این هم شیری بود که یک فامیل دیگه آورده بودن، در سر گاز گذاشته بودیم که گرم شوه و به عزیزا تقسیم کنیم.
عزیزای دل، خدا کنه که از این برنامه لذت برده باشین از دیدن و تماشایش. اگه اینطور هست حتما کلید لایک فشار بدین، منتظر کامنت های مقبولتان هستیم. انتقادات و پیشنهادات سالم شما همیشه پذیرفته میشن. تا یک برنامه دیگه که در خدمت شما خوبا و عزیزای دل قرار میگیرم و خدا یکتا میسپارمتان. خداوند یار و نگهدارتان.